ملک سلمان در سخنرانی خود در اجلاس کنفرانس اسلامی در مکه گفت بنیادگرایی و تروریسم خطرناکترین آفتهایی است که امت اسلامی و کل جهان با آن روبروست و باید با تشریک مسائی به مبارزه با این پدیده برخواست و حامیان آن را افشا کرد و منابع مالی آنها را به هر وسیله و طریق ممکن خوش کرد آجی. ملک سلمان افسود تروریسم مجددا منطقه ما را مورد حمله قرار می دهد و در طی این ماه مبارک کشتی های تجاری در نزدیکی آبهای منطقه امارات متحده عربی مورد عملیات تخریبی تروریستی قرار گرفت. از جمله دو نفتکش عربستان مورد حمله قرار گرفت که این کار تهدید خطرناکی بر روی امنیت و سلامت دریانوردی و امنیت منطقه و جهان است. کما اینکه دو ایستگاه پمپاج نفت در عربستان مورد حمله تروریستی پهبادها قرار گرفت که توسط شبه نظامیان تروریستی مورد حمایت رژیم ایران صورت گرفت ما تاکید میکنیم که این کارهای تروریستی تخریبی نه تنها عربستان و منطقه خلیج فارس را مورد حمله قرار میدهد بلکه امنیت انرژی جهان را نیز هدف قرار میدهد